ایران و روسیه در انتهای سده 12 و ابتدای سده 13 خورشیدی دوره ای از آشوب، آتش و درگیری را تجربه کردند. این تجربه از زمان آغاز توسعه طلبی تزارها به سوی جنوب که همراه بود با ظهور ضعف در دولت مرکزی ایران عهد قاجار، سایه از نگرانی را بر ذهن ایرانیان افکند. ایران و روسیه در دوره تزاری هم دشمنی هایی داشتن، هم دوستی های خیلی گسترده ای. درست است، در تاریخ دو کشور ما دوره های مختلفی بوده، هم خوبی هم زیاد خوب نبوده، یعنی جنگ ها بودن، سوء تفاهم بوده. نو в целом и надо это сказать откровенно, всё-таки между персами, между иранским народом и российским народом всегда были какие-то более глубокие отношения. هرچند با آغاز به کار شوروی، لنین امتیازات و معاهدات تحمیلی تزارها با ایران را لغو کرد و ایرانیان شاهد تغییراتی نویدبخش بودند، اما این خوشبینی به سرعت جای خود را به نگرانی فزاینده از تلاش کرملین برای تثبیت جایگاه حزب توده در ایران داد. Российско-иранские отношения имеют давнюю историю. Эта история не всегда безоблачна. И у нее много богатых и очень разнообразных страниц. Мардум дар Иран асасан аз дуре иттихад джамаир шурави хатират хели хуби ро дар зехн надаран. در این رابطه دو جانبه شما دایره المعارفی از کنش و واکنش هایی رو که بین هر در روابط ملل ممکن اتفاق بیفته در روابط ایران روسیه میبینید، اما اقسامش و این معنی ترکیب بودن این تاریخ. این تاریخ یک تاریخ اساس که چه در دوره گذشته چه در دوره معاصرش ترکیبی است و به این معنی نیست که ما همش یا اختلاف بوده یا همش یک پارچه اساس که همسانی در نظرگاه و دیرگاه بوده. ایران و شوروی همکاری اقتصادی نسبتاً چشمگیری در اواخر دهه 40 و اوایل دهه 50 خورشیدی شکل دادند. محمد رضا پهلوی стал союзником Соединённых Штатов. Однако, несмотря на это, в 60-х годах прошлого века отношения резко улучшились. اوج روابط ایران و شوروی اوائل دهه 40 هجری شمسی و 50 بوده، همون دوره ای که ایران به شوروی گاز میفروخته، حساب مشترک ایجاد شده بوده و از محل حساب مشترک پروژه هایی مثل سد دشت مغان، دوتا نیروگاه حرارتی در جنوب داشته. در حالی که جنگ سرد و نظام دو قطبی جهان را به بلوک شرق و غرب تقسیم کرده، ایران همپیمان غرب بود و اختلاف نظر زیادی با شوروی داشت. شاه تلاش می‌کرده که به یه شکلی توازن برقرار کنه و به عنوان یک عامل فشار بر امریکا و اروپا استفاده کنه از شوروی. البته موفق نبوده در این زمینه. پس از انقلاب اسلامی ایران از بلوک غرب خارج شد، اما سایه ابهام بر روابط دو کشور به ویژه به دلیل فروش سلاح از سوی مسکو به عراق باقی ماند. شوروی احساس نگرانی و تهدید می‌کرد از سمت انقلاب اسلامی با توجه به جمعیت مسلمانی که داره، این رو حتی در اوایل فروپاشی هم وجود داشت. ضمن اینکه ایرانی‌ها تسلیحاتی هم که شوروی به عراق می‌فروخت بالای سر خودشون می‌دیدن، میگ‌هایی که می‌اومدن شهرها رو بمباران می‌کردن. موسیقی
پس از جنگ تحمیلی و با نزدیک شدن به پایان عمر شوروی، روابط تهران و مسکو وارد فصل تازه‌ای شد که صاحب نظران از آن به عنوان فصل جدید همکاری‌ها یاد می‌کنند. شاید بشه آغاز این دوره رو سفر مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی ذکر کرد که 30 سال پیش انجام شد. ایشون هنوز رئیس مجلس شورای اسلامی بود و البته رئیس مجلس شورایی که پیدا بود که رئیس جمهور خواهد شد. بسیار سفر تاریخی شد، هم از جهت اینکه در پایان شوروی این سفر انجام شد و خب اسناد بسیار مهمی امضا شد. شاید بشه گفت که هنوز یا حداقل تا 2 دهه روابط ایران و روسیه تحت تاثیر اسنادی بود که در این سفر امضا شد. پس از فروپاشی شوروی، نظم دو قطبی جهان به هم خورد و شوروی جای خود را به ساختاری تازه داد. شکلگیری روسیه نوین سیاستهای مسکو را به کل تغییر داد و کرملین در پی عادی سازی روابطش با همه کشورها افتاد. بعد از فروپاشی شوروی هم خیلی از اون نگرانی هایی که قبلا مسئله شرق رو حساس میکرد کاهش پیدا کرده، از جمله اینکه دیگه به هر حال روسا در کنار مرزهای ما نیستند، بلکه یه حوزه منطقه‌ای مشترکی ایجاد شده که دو طرف منافع مشترکی اونجا دارن، که البته منافع در واقع متعارض و رقابتی همون تو اون منطقه وجود داره، ولی بیشتر تلاش کردند که تو اون حوزه منافع مشترک کار کنند. ما تا به حال روسیه رو جدی و محکم دیدیم. ما میدونیم آمریکا مخالف این همکاری ماست، به فشار خواهد آورد. همکاری دو کشور در زمینه انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز هم شکل گرفت و روسیه کار احداث نیروگاه هسته‌ای بوشهر را کلید زد. با وجود فشار غرب، همکاری‌های نظامی و امنیتی ایران و روسیه ادامه یافت. حتی در اواسط دهه 80 خورشیدی قرارداد خرید سامانه S-300 بسته شد که روس‌ها پس از تحریم‌های سازمان ملل علیه تهران تا مدت‌ها از تحویل آن امتناع کردند. همکاری ایران و روسیه در زمینه نیروگاه اتمی بوشهر هم در اواخر دهه 80 به دلیل تعلل مسکو در عمل به تعهداتش با مشکل روبرو شد. ایران و روسیه در حوزه‌های دیگر از جمله نفت و گاز، داد و ستد کالا و خدمات فنی مهندسی به همکاری ادامه دادند. اگر مجموعه فراز و فرودهایی که در طول 30 سال گذشته در روابط ما و روسیه بوده رو در نظر نگیریم، میشه گفت که در همه این سالها روابط خوب بوده. در این سالها رؤسای جمهور ایران در چارچوب توافقات مختلف سفرهایی به مسکو داشتند. ولادیمیر پوتین هم در سال 1386 برای نخستین بار به ایران سفر کرد. در اواخر دهه 80 خورشیدی، دمیتری مدودوف سیاستهای دوستانه روسیه در قبال غرب را ادامه داد و آن را تقویت نمود. در همین سالها بود که ایران به دنبال چند قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل با تحریم‌های گسترده‌ای مواجه شد. مسکو در این قطعنامه‌ها پا به پای غربی رأی داد که رویای دوستیش را در سر می‌پروراند. بین سالهای 1390 تا 1393 خورشیدی به دنبال افزایش تحریم‌ها، روابط با روسیه در عرصه‌های دفاعی، تجاری و بانکی با خلل جدی روبرو شد. روسیه از عمل به تعهد خود برای تحویل S-300 هم خودداری کرد. به این ترتیب روابطی که نزدیک به 2 دهه با وجود فراز و فرود تداوم داشت، با افزایش فشار عوامل سوم با توقف نسبی مواجه شد.
پایان ماجرا نیست. تغییر دولت‌ها داستان تازه‌ای رقم می‌زند. تهران در کنار گفتگو برای تنش‌زدایی با غرب، گسترش روابط با مسکو را هم دنبال می‌کند. روابط راهبردی ما با روسیه هم بر اساس همسایگی هست، هم بر اساس سیاست رهبران دو کشور هست که در واقع نوعی جدید از روابط رو بین دو کشور رقم زدن. مردم ایران تفکیک قائل نیستند بین روسیه جدید و اتحاد جماهیر شوروی. حتی خیلی تفکیک قائل نیستند بین روسیه پوتین و روسیه قبل از پوتین. سفیر ایران در روسیه بودن یک مسئولیت بزرگی است. شما احساس می‌کنید که فقط یک پست سیاسی رو نپذیرفتید، بلکه دارید در تاریخ حرکت می‌کنید، دارید در مقابل اذهان کشور، اذهان مردم ایران اجرای وظیفه می‌کنید. در کنار سختی‌های کار دستگاه دیپلماسی ایران، روسیه با وجود تردیدهای اولیه‌ای که وجود داشت، به عنوان یکی از قدرت‌ها نقشی سازنده در مذاکرات تهران با غرب بر عهده می‌گیرد. ایران همزمان با غرب گفتگو و رفت و آمدهای گسترده‌ای را با روسیه برای گسترش همکاری‌ها در همه زمینه‌ها در دستور کار قرار داد. много России сделало и для создания совместного всеобъемлющего плана действий парчам, который, в общем, как я считаю, этот документ вторым по значению в деле нераспространения ядерного оружия. Вторым почему? Первый, конечно, это договор о нераспространении ядерного оружия. Не только позитивную роль играла Россия в переговорах, но еще взяла на себя ответственность вот в этапах тоже по Форду и по обогащенных уран, который Иран должен вести. پس از مدتی هم توافق هسته‌ای موسوم به برجام به ثمر نشست و روسیه از آن استقبال جدی نمود. اگرچه غرب پس از توافق هسته‌ای انتظارات را برآورده نکرده، اما برجام موتور محرکی برای روابط تهران و مسکو شد. Без России эта сделка бы не состоялась, без ее участия, без ее дипломатических возможностей. Очень важно сейчас этот договор сохранить, потому что он имеет очень большое значение. تحولات اوایل سال 2014 میلادی در اوکراین نیز باعث بدبینی و فاصله گرفتن روسیه از غرب شد و شرایط مساعدتری برای گسترش روابط تهران و مسکو پدید آمد. در همین زمان سوریه نیز به میدانی برای همکاری نظامی ایران و روسیه علیه تروریسم تبدیل می شود. ایران ключевой незаменимый партнер России в Сирии. Это не значит, что интересы полностью совпадают, но друг без друга там справиться невозможно. Сейчас очень большая активность разворачивается вокруг того, что, собственно говоря, в Сирии дальше будет происходить. Здесь и российско-иранские встречи, и контакты в формате Астанинского треугольника. Благодаря нашим общим усилиям, в том числе иранским усилиям, значительному вкладу Ирана в процессы урегулирования в Сирии, очень много сделать удалось по ликвидации очагов террористического сопротивления и по созданию эффективно уже, можно сказать, работающему механизму политического регулирования. مورد اخیری که اتفاق افتاد و یک الگوی خیلی خوب برای
همکاری‌های مشترک موضوعی راهبردی تهران و مسکو بود، بحث مقابله با تروریسم در سوریه و کمک به مردم سوریه و کمک به نظام سیاسی حاکم در سوریه بود. به نظرم این یک تجربه مشترک بسیار موفقی بود که نقش تعیین کننده ای در جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک منطقه حساس خاورمیانه رو از خودش بروز داد. ایران внес очень большой вклад в разгром ИГИЛ, в разгром международного терроризма. Те иранские подразделения, которые активно громили ИГИЛовские группировки, они получили и боевой опыт, они получили и славу, и теперь иранский Аль-Кудс знают все. И самое главное, его боятся террористы. من فکر می‌کنم که روسیه کار موفقیت آمیزی رو در تقویت پدافند هوایی سوریه انجام داده. به نظرم با این تقویتی که اونجا اتفاق افتاده، ابتکار عمل رژیم صهیونیستی کمتر خواهد شد. جناب آقای پوتین، جناب آقای اردوغان، افزایش همکاری سه کشور ضامن می تواند ضمانتی اساسی برای حل و فصل بحران سوریه و سایر بحران‌های منطقه باشد. بیگانگان امروز یا فردا این منطقه را ترک خواهند کرد، ولی ما همسایگان اینجا بوده ایم، هستیم و خواهیم بود. ایران و سوریه خیلی پوزیتیونه، потому что иранское руководство и представители Ирана, которые находятся в Сирии, они выступают за право сирийского народа самостоятельно определять свою судьбу. Это позиция свободной державы, какой является Иран. Буран Сурих, Буран Пичидейс, Авода Завоя Гунагунидере, Вали Бардоште, استراتژی وجود داشت که در این لزوم توجه به حقوق مردم سوریه و خواستایی مشروع اونا مثل بقیه مردمان منطقه، مسئله تغییر نظام سیاسی از خارج به وسیله زور و مسلح کردن نیروها و به هم زدن به اصطلاح تمامیت ارضی، این مورد قبول ایران و روسیه نیست. واقعا این موضع مشترک همراه با ارزیابی مشترک از شرایط استراتژیک این دو کشور رو به یک همکاری در این حوزه برد که مکمل هم بودن. البته نقش روسیه متفاوت از نقش ایران است، نقش ایران متفاوت از نقش روسیه است، به معنی یگانگی دیدگاهشون در قضایای خاورمیانه به طور 100% نیست. برنده پرونده سوریه ایران و روسیه شدن. چرا؟ چون یک اراده‌ای بین بازیگران متعدد اروپایی و امریکا و ترکیه و قطر و عربستان و طرف‌های عربی مبنی بر فشار بر دولت سوریه، تلاش برای انهدام اون و خارج کردن اون در واقع از صحنه معادله سوریه و خاورمیانه بود. چنین اتفاقی نیفتاده و همه اینها به مدد ایران و روسیه و خود دولت بشار اسد بوده. ایران و روسیه استراتژی درستی انتخاب کردن در خاورمیانه و امریکا و همپیمانانش استراتژی غلطی انتخاب کردن در خاورمیانه. استراتژی مبتنی بر استاندارد دوگانه، مبتنی بر در واقع دخالت تو امور داخلی کشورها و در واقع تصمیمات بی جایی که در مورد بعضی از کشورها گرفته شد. دو کشوری که همیشه در برقراری ارتباط چالش داشتند به سطحی از روابط میرسند که در سند راهبردی سیاست خارجی 2016 روسیه برای اولین بار بندی به لزوم همکاری مستمر با ایران اختصاص مییابد.
و روسیه برخلاف گذشته به تعهد خود برای تحویل سامانه S-300 عمل می کند. در دوره جدید مذاکره خیلی در واقع فشرده و جدی روی این موضوع آغاز شد و فکر می کنم که الان مهم این هست که این سامانه تحویل شد در عین ناباوری بسیاری از ناظرین و هم سطح اعتماد بین دو کشور رو نشون میده. باز هم فشارهایی بود، کسانی رفت آمد کردن از بعضی از کشورها به روسیه که این تحویل نشه. تهران و مسکو در این دوره علاوه بر روابط دو جانبه، همکاری چند جانبه با حضور سایر کشور را هم در قالب نهادهای منطقه‌ای و بین المللی گسترش دادند. طرح راهگذار شمال جنوب که حلقه مفقوده تجارت آسیا و اروپا است، یکی از مهمترین پروژه‌های بین المللی است که تهران و مسکو با همکاری کشورهای ذی‌نفع با جدیت آن را دنبال می‌کنند. این می‌تواند بازار شمال اروپا را از طریق روسیه، جمهوری آذربایجان و ایران به هند و جنوب آسیا متصل کند تا زمان، مسافت و هزینه حمل و نقل در این مسیر تا 40% کاهش یابد. У Ирана, конечно, большие транзитные потенциалы. Эта железная дорога сейчас уже строится. Эта железная дорога есть из России до берегу Персидского залива. Только осталось 160 километров между Рештем и Астара. پیوستن ایران به اتحادیه اقتصادی اوراسیا یکی از کلیدی ترین همکاری های بین المللی تهران و مسکو به حساب می آید که تأثیر مستقیم بر اقتصاد دو کشور دارد. در اوج روابط و رفت آمدهای مقامات دو کشور پس از 4 سال مذاکرات فشرده در مسکو، سرانجام ایران در سال 1398 به این اتحادیه پیوست. حالا بازرگانان ایرانی این فرصت را یافتند تا 502 قلم کالا را با تعرفه ترجیحی یا 0 به 5 کشور عضو این اتحادیه صادر کنند. پیمان اقتصادی منطقه‌ای است به نام اوراسیا که شاید اولین پیمانی باشه که ایران عملاً تجربه حضور فعال در اون رو میتونه کسب بکنه. فرصت بسیار خوبی است، بازار قابل ملاحظه است، نزدیک به 200 میلیون نفر جمعیت این منطقه هست. این نیازمند کار سنگینی در بخش خصوصی ایران برای سازماندهی و برنامه ریزی است. ما فرصت‌های زیادی رو در گذشته به دلیل یک عدم حضور سازمانیافته و هدفمند در بازارهای منطقه از دست دادیم. بازاری که 753 میلیارد دلار در سال حجم مبادلات تجاریش هست، فرصتی است که نباید چشم ازش پوشید. Иран, как вы знаете, для нас стратегически важный партнер. Я имею в виду не только Россию, но весь Евразийский экономический союз. Мы ведем переговоры, сегодня консультации с иранским правительством относительно зоны свободной торговли. Иранская экономика удачно дополняет экономики стран Евразийского экономического союза, поэтому у меня нет никаких сомнений, что наша взаимная торговля будет расти. Мы будем переходить на национальные валюты, уходить от зависимости от третьих стран и успешно налаживать сотрудничество на основе взаимовыгодности, добрососедства, соблюдения норм международного права. مبادلات بین ایران و روسیه به پول ملی هستش و امیدواریم که این روز به روز افزایش پیدا کنه. اراده هم بانک مرکزی روسیه و هم ایران این است که این رو توسعه بدیم و گسترش بدیم. توافقات در تهران بین دو رئیس جمهور انجام شد. یک مراحلی رو و یک اقداماتی و یک مبادلاتی پیش بینی شده که این مبادلات انشالله امروز هم صحبت‌های مفصلی داشتیم، حتما به زودی عملیاتی خواهد شد. من مطمئن هستم با عملیاتی شدن این پیشبینی‌هایی که در واقع گسترش روابط مبادلاتی ما داره انجام میشه، به تدریج حجم مبادلات دو کشور افزایش جدی پیدا خواهد کرد. در همین دوره دیالوگ میان رؤسای مجالس دو کشور در چارچوب کمیسیون همکاری‌های پارلمانی دو کشور توسعه یافته و
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در 5 سال اخیر 5 بار به روسیه و ویچسلاو والودین رئیس دومای دولتی روسیه 5 بار به ایران سفر کرده است. اوج تعامل بین المللی ایران و روسیه را میتوان وتوی پیشنویس قطعنامه ضد ایرانی انگلیس به بهانه حمایت از یمن در اسفند ماه 1396 دانست. این در حالی بود که کرملین تا پیش از این در 6 قطعنامه ضد ایرانی شورای امنیت غرب را همراهی کرده بود. توسعه همکاری ایران و روسیه جوانب دیگری هم داشت و باعث شد 100 هزار ایرانی در سال 1396 به روسیه سفر کنند. پروازهای بین ایران و روسیه نیز 200 تا 300% افزایش پیدا کرد. تعداد توریست های روس در ایران نیز افزایش یافته و در سال 2018 به بیش از 20 هزار نفر رسید. سال 93 ما روی تسهیل روادید کار کردیم و سند تسهیل اعطای روادید امضا شد. سند دومی که امضا شده لغو روادید توریستی است که در سفر آقای رئیس جمهور به روسیه در فروردین ماه امسال نهایی شد و امضا شد توسط مقامات. بر اساس این سندی که امضا شده گروه های توریستی از 5 نفر به بالا، 5 نفر یا بیشتر وقتی میان دیگه لازم نیست خودشون ویزا بگیرن، همون شرکتی که هست در واقع برنامه سفر رو انجام میده و مجوز سفر رو میگیره، دیگه گذرنامه های افراد ویزا نمیخواد. البته سفر ایرانیان از سرتاسر جهان به روسیه برای پشتیبانی از تیم ملی فوتبال کشورمان در جام جهانی 2018 هم به شناخت بیشتر مردم دو کشور از یکدیگر و تقویت دیپلماسی عمومی کمک زیادی کرد. علاوه بر لابی های چند لایه، عقبه دانشگاهی سکاندار دیپلماسی ایران در سرزمین تزارها فرصت مناسبی را برای توسعه همکاری محافل آکادمیک دو کشور پدید آورد. در سالهای اخیر 4 اجلاس رؤسای دانشگاه‌های برتر دو کشور برگزار شده و علاوه بر قراردادهای متعدد علمی، حضور دانشجویان ایران در روسیه 10 برابر افزایش یافته. تلاش‌ها برای تقویت همه‌جانبه روابط دو کشور به تحکیم جایگاه زبان فارسی در دانشگاه‌های روسیه هم منجر شد. با مشارکت دستگاه‌های فرهنگی ایران و حضور دفاتر فعال در مسکو، حوزه‌های همکاری فرهنگی و مطالعات ایران هم شاهد پیشرفت چشمگیری بودند. نشست‌های متعددی همچون همایش 500 سالگی روابط ایران و روسیه و همکاری‌های ایران و قفقاز شمالی با حمایت وزارت خارجه در این دوره شکل می‌گیرد. همچنین در سال‌های اخیر مجسمه‌های شاعران بزرگ ایرانی همچون خیام، حافظ و فردوسی در شهرهای مختلف روسیه نصب شدند. نقطه عطف این تلاش‌ها نشان افتخاری بود که آکادمی علوم روسیه به عنوان اصلی ترین نهاد علمی این کشور به پاس حمایت سفارت جمهوری اسلامی ایران در راستای گسترش ایران شناسی اعطا کرد. نقشی که جناب آقای دکتر سنایی داشتن نقش بی‌نظیری بود. آقای دکتر سنایی خب جامعه روسیه رو به خوبی باهاش آشنایی دارن و خب زبان روسی رو به خوبی صحبت میکنن، با نخبگان روسی روابط خوبی دارن و داخل ایران هم از اعتباری برخوردار بودن که توانستن روابط رو به خوبی پیش ببرن. من تصور میکنم که روابط ایران و روسیه بدون عزمی که در دولت جناب آقای روحانی وجود داشت برای چنین روابطی و بدون داشتن سفیری مثل جناب آقای دکتر سنایی نمیتوانست در این حد از گستردگی و در واقع در این حد از عمق روابط که خب بی سابقه است در 6 سال وزیر خارجه، نمیدونم دیگه تعداد از دستم در رفته، فکر میکنم 27 بار به روسیه سفر کرده باشه. Во-первых, я благодарен господину Санаи, послу, который много лет активно содействовал развитию отношений между нашими странами
развитию торгово-экономического сотрудничества. Он всегда был очень внимателен к тем вопросам, которые возникали, и старался оказывать максимальное содействие разрешению различных вопросов, какие бы ни были, бюрократические там, или другого характера. И, конечно, он внес очень большой вклад в то, что мы сегодня находимся вот на более высоком, на другом уровне развития наших взаимоотношений. За это время вырос и торговый оборот между нашими странами. За это время начали реализацию, как я уже говорил, ряд крупных проектов в области энергетики, в области транспорта. И было подписано временное соглашение о зоне свободной торговли с Евразийским экономическим союзом. Господин Сани проявил самые лучшие свои качества и как человек, и как профессионал своего дела, и внес неоценимый вклад в развитие отношений между нашими странами. Я встречаюсь со многими послами зарубежных стран, которые работают в Москве, но такого человека, такого специалиста по России, такого глубокого политика, будем говорить, не просто дипломата, а политика, я не встречал. И я думаю, что за эти 6 лет, пока он здесь пребывал, он сделал, провел огромную работу по улучшению не только дипломатических, не только политических, не только экономических, но просто человеческих отношений. با وجود تعمیق روابط در همه عرصه‌های دوجانبه منطقه‌ای و بین‌المللی و علی‌رغم تلاش‌های صورت گرفته، امضای اسناد مهم اقتصادی و عزم رهبران دو کشور، آمارها نشان می‌دهد که دو کشور در زمینه همکاری اقتصادی به آنجا که می‌خواستند نرسیدند. بزرگترین مشکلمون بخش خصوصی و بخش ساختار کمپانی ها و بخش خصوصی دو کشور هست. همه اون چه که پیش از این انجام میشه از امضای سند از و موارد دیگه خب برای این هست که بخش خصوصی دو کشور به هم متصل میشن. تو این زمینه ضعف داریم. البته یک دلیل عینی در روابط ایران و روسیه هست که کار رو دشوار میکنه این که طرفهای اصلی تجاری روسیه و ایران در حوزه خارجی عموما خریداران انرژیشون هستن. خب این دو کشور هر دو صادر کننده انرژی هستند و به راحتی تبادلات تجاریشون افزایش پیدا نمی کنند. Понимаете, две мощнейшие державы региона имеют товарооборот чуть меньше 2 миллиардов долларов. Это вообще ноль. همکاری در بود اقتصادی پایین‌تر از امکانات هر دو کشور است. این رو ما را خیلی ناراحت می‌کنه ولی امیدوارم با تلاش‌های مشترک با دوستان ایرانی خود ما بتونیم مشکلاتی که وجود داره، مشکلات بانکی، سایر مشکلات مصنوعی که در نتیجه این تحریمات ضد روسی و ضد ایران اعمال شده، ما خواهیم توانست برطرفش کنیم. به نظر من یک کمی دخالت‌های خارجی هست که باید مواظبت بکنیم که اثرگذاری تروریسم اقتصادی و تحریم ها در روابط ما کمی کمتر بشه. ما خواهان یک رابطه متوازن با روسیه هستیم به موازات اینکه روابط سیاسی و امنیتی و استراتژیکی خیلی خوبی با روس‌ها داریم، مایل هم هستیم که روابط اقتصادیمون رو هم با روسیه و تجاریمون رو هم با روسیه به موازات این روابط سیاسی گسترش بدیم و این توازن رو برقرار بکنیم. این گام برداشته شده، الان دو کشور به این سمت دارن حرکت میکنن. قدری لازم است که شرکت های خصوصی دو کشور فعالتر وارد عرصه بشن و بتونن از مزایا و مزیت های همدیگه استفاده کنن. مجموعه حجم وادراتمون حدود 100 میلیون دلار صادرات ایران به روسیه بوده ولی الان 4 برابر شده، بیش از 4 برابر هست. 100 میلیون رسیده برای 400 میلیون، یعنی شما الان ترازو رو که نگاه کنید برای 400 حجم مبادلات رشد داشته در طول سالهای گذشته، منتها رشد جزئی بوده. مثلا 30% داشتیم، 10% داشتیم، 8% داشتیم، اما در داخل این افزایش حجم مبادلات که خیلی جدی نبوده، حجم افزایش صادرات ایران به روسیه قابل توجه بوده. پروژه‌های دولتی بد نیست، یعنی یه وام 5 میلیارد دلاری از طرف روسیه اعتبار دولتی پیش بینی شده، از این محل 4 تا نیروگاه حرارتی در سیریک استان هرمزگان باید ساخته بشه که کار اون کم و بیش آغاز شده،
تو حوزه انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای دو تا نیروگاه بوشهر در حال ساخت هست. تو حوزه راه آهن برای برقی کردن راه آهن گرمسار اینچه برون بیش از 1 میلیارد دلار از همین اعتبار پیش بینی شده و کارهای مقدماتی اون انجام شده. تو حوزه راه آهن کلاً همکاری خوبی داریم، یه قرارداد ساخت و تولید مشترک 6000 بیش از 6000 واگن باری و مسافری داریم که بخشیش اجرا شده از اونی که باید صادر بشه، بخش تولید مشترکش هم در حال ایجاد تمهیداتش هستن طرفین. به این منظور اصلا شرکت راهن ایران و روسیه یک شرکت مشترک در حال تأسیس دارن. تو حوزه دفاعی پروژه ها خوب پیش رفته و خوب داره پیش میره. تو برخی از عرصه های دیگه هم، تو حوزه انرژی، تو حوزه های دیگه، بخش هایی که کمتر میتونیم خبری کنیم، پروژه های دولتی خوبی داریم. ببینید مثلا یکی از اتفاقاتی که افتاد توی این دوره، عرض کردم اگه 3 طبقه تنظیم کنیم، امضای اسناد و توافقات دولتی تو این زمینه، واقعا اون چه که متصور بوده انجام شده. خب مثلا یکیش برای اولین بار در تاریخ روابط ما 3 سال پیش مجوز صادرات مواد لبنی، دامی و آبزیان رو از ایران گرفتیم. یعنی شرکت‌های ایرانی اجازه پیدا کردن که اینها رو صادر کنن. تعرفه 8 غرم کارا 0 شد. مثلا پسته، کشمش و خرما که یکی از صادرات اصلیه، از جمله صادرات اصلی ایران هستن، الان تعرفه هاشون 3 سال 0ه. تو عرصه های ایجاد تمهیدات و امضای اسناد کارهای اساسی شده یا کریدور سبز کمرکی امضا شده. نس на протяжении многих лет уже успешно работает российско-иранская межправительственная комиссия по развитию торгово-экономического сотрудничества. И вот буквально в этом году состоялось в Исфагане очередное уже 15-е заседание межправкомиссии. Мы работаем по оказанию содействия в развитии сотрудничества между нашими компаниями, между органами власти. Это направление включает в себя несколько важных, на мой взгляд, направлений. В первую очередь, это, конечно, снижение административных барьеров различных для создания условий нашим предпринимателям работать, общаться, контактировать между собой, заключать новые договора, возможность взаимных поездок из России в Иран, из Ирана в Россию. Отдельное направление – это подписание соглашения, временного соглашения о зоне свободной торговли между Ираном и Евразийским экономическим союзом. Это, конечно, создает основу для упрощения торгового оборота. Ну и мы уделяем особое внимание развитию наших крупных проектов в таких областях, как энергетика, промышленность, сельское хозяйство, транспорт. Есть несколько проектов, которые сегодня находятся на стадии рассмотрения, в том числе за счет предоставления межгосударственного бюджетного кредита от России Ирану. И здесь речь идет о модернизации строительства теплоэлектростанции, модернизации гидроэлектростанции, строительство еще одного нового участка железной дороги. Вот, мы также обсуждаем поставки вагонов для метро в Иране. И, конечно, вот эти проекты сейчас мы договорились, подписали протокол, они находятся в стадии проработки, и я уверен, что эти проекты будут реализованы. تعمیق مناسبات تهران و مسکو واکنش برخی رسانه‌های خارجی را در پی داشته، تا جایی که باعث آن به سطح بالای روابط از نگرانی‌های خود می‌گویند و گاهی با خبرسازی‌های جعلی سعی دارند آن را زیر سوال ببرند. The US watching carefully. A very friendly handshake between Russian President Vladimir Putin and Iranian President Hassan Rouhani. Just one symbol of what the U.S. increasingly sees as a dangerous alliance. When you look at what might be happening between Russia and Iran, what's the United States' place in all this? We don't like it, but is there any opportunity there for us that we could exploit? Well, I just think this is bad for us. آیا روسیه پشت ایران را در سوریه خالی کرده؟ آیا خروج ایران از سوریه حالا برنامه کرملین هم هست؟ و این ادعاهایی که من شنیدیم در بعضی از رسانه‌های مثلا غربی و عربی اصلا بی اساس است
و منظورش اینه که میتونند یک شکافی رو ایجاد بکنند بین ایران و روسیه، بین روسیه و سوریه. خبرگزاری بلومبرگ از قول منابعی گزارش داد که روسیه درخواست ایران برای فروش سامانه ضد هوایی پیشرفته S-400 را رد کرده است. این در حالی است که مقامات روسیه این خبر را تکذیب کردند و حتی در مجلس دومای این کشور به ایران پیشنهاد شد S-400 بخرد. آژانس بلومبرگ با ссылки на свои источники, высокопоставленные, как утверждает агентство источники, утверждает, что Россия отказала в Ирану в его просьбе приобрести у России системы S-400. Известно что-нибудь об этом? Это так? Нет, мне ничего об этом не известно, Тихон. Это сообщение информационного агентства, при всем к нему уважении. И я вижу, что очень часто вот такие информационные вбросы осуществляются. با گذشت 500 سال از آغاز روابط دیپلماتیک ایران و روسیه، تهران و مسکو اکنون به الگویی تازه در روابط دو جانبه رسیده و در حال گسترش همکاری‌ها در همه حوزه‌ها هستند. روابط ایران و روسیه در سال‌های گذشته بی‌تردید توسعه پیدا کرده و چند ویژگی پیدا کرده که یکی از مهمترینش به نظر من چند وجهی شدن رابطه است. یعنی قبلا روابط ما با روسیه در یک وجه‌ها و حوزه‌های خاص بوده، ولی الان شما مشاهده می‌فرمایید که تنوع حوزه‌هایی که ایران و روسیه با هم تعامل دارن گسترده شده. از حوزه‌های استراتژیک رو در بر می‌گیره تا حوزه‌های فرهنگی و حوزه‌های اقتصادی و حوزه‌های مربوط به مناسبات انسانی. در حوزه‌های اقتصادی خود وجه اقتصادی متنوع شده، یعنی وجوه مختلفی رو داره، از هم از مناسبات بانکی یا تعاملات نفتی یا بحث مربوط به اتحادیه اقتصادی اوراسیا. مواضع مهم و به اصطلاح بنیادین ایران و روسیه در مسائل مختلف منطقی و بین‌المللی نزدیک شده و فی‌الواقع درک شاید مشابه و تحلیل مشترکی در حوزه‌های مربوط به مناسبات بین‌المللی و منطقی ایجاد شده که باز به این سبک کمتر سابقه داره. معمولاً روابط دو جانبه ایران با کشورهای عمده یک سری هم به اصطلاح بازیگران ثالثی داره که اونها میخوان این رو به هم بزنن، ولی روابط ایران و روسیه یک به اصطلاح استقلالی از عوامل سوم، نه فقط یک عامل سوم پیدا کرده که به نظر من این هم حائز اهمیت. در این چند سال گذشته فلوق تماس بین مسئولین و رهبران دو کشور هست، عالی‌ترین سطوح دید و بازدیدهایی که انجام گرفته که چه در قالب مناسبات دو جانبه چه در قالب مناسبات چند جانبه، مثلا دیدارهای دو رئیس جمهور تعدادش فکر میکنم به 16 تا برسه که این باز در تاریخ مناسبات بی سابقه است، به خاطر منطق همسایگی، به خاطر منطق منافع مشترک و منافع گسترده تر. ما باید مناسبات سالم و بر مدار منافع مشترک و با رعایت استقلال و حوزه مستقل داخلی هر کشور رو دنبال کنیم، بدون اینکه بخوایم بگیم این رابطه، یعنی وارد این مناقشه بشیم که رابطه استراتژیک یا تاکتیکیه که بستگی داره به اینکه شما چگونه اینا رو تعریف میکنید با همه ابهاماتی هست. روز به روز روابط
ایران و روسیه هم از نظر افقی و هم از نظر عمودی در حال گسترش. به نظر من در هر دو کشور در بالاترین سطوح اجماع وجود داره بر اینکه این گسترش این روابط به نفع دو کشوره. البته به این معنی است که دیدگاه ها در هر حوزه حتما 100% یکسانه و مسیری که داره طی میشه مسیر رو به پیشرفت است و انشالله که به نفع دو کشور باشه. ولن رابطه ما در سطح رو به بالا است، طوری که رسای کشور شما گفته بودند که الان بهترین دوره رابطه ما هست. ما موافقم، درست است. رابطه ما در تمام زمینه ها به خوبی توسعه می‌یابد. فکر میکنم که ما این همکاری ما بتونه رابطه ما رو به توسعه بدهد و بتونیم با همکاری های متقابل اون فشارهای و تحریم هایی که به ما چیز کردند ما بتونیم از اونها چیز عبور بدهیم. طبیعتا این روابط روابط راهبردی هست و پردامنه، منتها شرط لازم توسعه روابط در همه ابعاد این تمایل و اراده رهبران سیاسی کشورهاست. شرط کافی اون ایجاد سازگاری های لازم در بدنه سیستم اجرایی و بوروکراسی دو کشور هست که این رو باید بیشتر روش کار کرد. یعنی هر دو طرف نیازمند شناخت بیشتر از یکدیگر و سازوکارهای یکدیگر هستند. در این صورت هست که قادر خواهند بود اون اراده سیاسی بین دستگاه رهبری دو کشور رو عملیاتی بکنند. Отношения между Россией и Ираном являются стратегическими и носят долгосрочный характер. Этому способствуют усилия и направления, которые заданы руководителями наших стран, президентом Путиным, президентом Рухани. И, конечно, за последнее время эти отношения вышли на беспрецедентно новый уровень. У нас увеличивается торгово-экономический оборот, работает межправкомиссия, реализуются крупные инвестиционные проекты. Драйвером наших отношений, безусловно, является энергетика, потому что и Россия, и Иран являются странами с огромным ресурсом энергетическим и с большим потенциалом. И мы, конечно, взаимодействуем как в двустороннем формате, так и в многостороннем формате в этом направлении. Уверен, что у нас также и большой потенциал по дальнейшему развитию и нашего торгового оборота между нашими странами, а также по реализации крупных инвестиционных проектов. Россия подчеркивает стратегический характер своего партнерства с Ираном. Мы намерены развивать и экономические отношения, и политические отношения. Я знаю, что в этой области есть большие планы. Мы по тавиван се бардошт тарихи руберу хасим дар мурде равите Иран ва итоад шурави Русия тезари ва федерасион Русия. یک نگاهی که روس ستیزه و در زندان تاریخه، یعنی گویا تاریخ در یک سالهایی منجمد شده و هیچ تحولی رخ نداده و این روس ستیزی که البته ریشه‌های گوناگون داره و عوامل مختلف و بعضن در حال حاضر اون مناسبات تاریخی بازخوانی میشه برای که روابط آسیب ببینه، جلو نره و هر شاید که گسترده نشه. اما یک نگاه روس پرستانه ما در تاریخ ایران داشتیم که حزب توده مظهر این هست در دوره اتحاد شوروی. ما در تعیین منافع ملی و تعقیب منافع ملی با یک دیدگاه سومی از تاریخ باید سرکار داشته باشیم و اون دیدگاه واقع بینانه است. به این معنی که ما زندانی گذشته نباید بشیم، با احساسات عرشبت که حمایتگرانه نه فقط از روسیه، از هیچ قدرت
خارجی هم نباید به منافع نگاه کنیم و فلواقع این سوال رو پاسخ بدیم که منفعت ما چیست و منفعت ما خیلی واضح و روشن چیزه، یک به اصطلاح محکماتی داره و متشابه محکمات حفظ ایران هست و علاوه بر حفظ توسعه رشد و تعالی کشور ما. این دو به اصطلاح منفعت محکماتی اقتضای یک رابطه متوازن و متعادلی با همسایگان و با دنیای بیرون داره. ما در رابطه با همکاری با روسیه نگاه کلیدیمون به سیاست نه شرقی و نه غربی مونه، یعنی حقیقتاً نه به دنبال این هستیم که زیر سلطه غرب مجدد برگردیم و نه به دنبال این هستیم که عملکرد و رفتاری داشته باشیم به عنوان نظام سیاسی در ایران که روس‌ها بخوان یک سلطه جدیدی رو در ایران ایجاد بکنن برای خودشون. لذا سیاست اصولیمون در کار با روسیه و در کار با غرب حفظ شعار نه شرقی نه غربیمون هست که در قانون اساسی هم به صراحت از اون یاد شده. لذا استقلال کشور اولویت اصلی است برای ما و ما از اقتدار روسیه برای پیشبرد اهداف امنیتی، سیاسی، اقتصادی در منطقه استقبال میکنیم. یعنی روسیه مقتدر و ایران مستقل دو پدیده هستند که میتوانند به عنوان دو همسایه با هم کار بکنن و اقدام بکنن. دوستی با هیچ همسایه و هیچ بازیگری چه در منطقه چه خارج از منطقه به معنی در تضاد قرار گرفتن با این روحیه و استقلال ایران به اصطلاح نخواهد و نمیتونه باشه. یعنی ما در مناسباتمون با روسیه فراموش نکنید که کشور مستقل هست و به این استقلالمون خیلی بها میدید. ما نه با عینک ارشد که عاطفه بلکه با عینک استقلال نگاه میکنیم به این روابط. شکی وجود نداره و نمیتونه داشته باشه که ما به تعهدات خود، به دوستی خود با دولت جمهوری اسلامی ایران پایبند هستیم. شما که میدونید از تاریخ چه در خصوص برجام ما همیشه کنار ایران هستیم و خواهیم بود، چه در کنار سایر مسائل، مثلا در خصوص سایر مسائل حقوق بشر، سیاست منطقه ایران که آمریکا و متحدینش از ایران انتقاد میکند و این انتقادات به عنوان سفیر روسیه میخوام تاکید بکنم که بی اساس هستش. لذا ما از سطح فعلی یا همکاری دو جانبه بین ایران و روسیه در ابعاد مختلف سیاسی بی نهایت راضی هستم. روابط ایران و روسیه روابطیه که در تاریخ روابط ایران و روسیه بی سابقه است، هم قبل از انقلاب هم بعد از انقلاب. ما توانستیم یک گفتگوی مرتب و دائمی داشته باشیم با روسیه و یک روابط راهبردی رو با بین دو کشور بنا کنیم بر اساس منافع مشترک و بر اساس دیدگاه‌های مشترک بین المللی، و این کم سابقه است در تاریخ روابط ما با روسیه. امروز همکاری هایی که بین ایران و روسیه هست، چه در سطح دو جانبه چه در سطح منطقه‌ای، تقریبا در گذشته سابقه نداشته و من معتقدم این همکاری ها به نفع منطقه است، به نفع صلح و امنیت بین المللی و حتما به نفع ایران و روسیه است. ما به ایده پردازی نیاز داریم در روابط دو کشور، به کمک های فکری نیاز داریم. دستندرکاران روابط ایران و روسیه بسیار مشغول کارهای اجرایی هستند، یعنی انجام سفرها، تبادلات، رایزنی ها. شما نگاه کنید هر روز، هر هفته یک چیزی در حال رخ دادن هست. صرف این که به روسیه نمیشه اعتماد کرد، خب که چی؟ به کی میشه اعتماد کرد؟ اصلا یعنی چی به کسی، به کشوری نمیشه اعتماد کرد؟
اون کسی که این صحبت رو میکنه میگه که به کی میشه اعتماد کرد؟ به امریکا میشه اعتماد کرد، به انگلیس میشه اعتماد کرد، به فرانسه میشه اعتماد کرد. اصلا عرصه اعتماد نیست، اصلا اتحادی وجود نداره بین کشورها الان. واقعا نمیشه دوتا کشوری رو مثال زد که به اصطلاح در دنیای فعلی با هم متحدند.